ببخشی خانم، 100 تومن پول خورد دارین؟ اجازه بدین ببینم دارم یا نه. اجازه نمیتونم بدم. خانم مگه سر رو برده؟ آقا چرا خدا کمکم کنیم دوست؟ آقا دوست؟ آقا دوست؟ آقا دوست؟ بایستا! آقا دوست! بگیرینش! عجلی خدا آقا عجلی! بایستا! اینجا کجا؟ بگیرینش! دهستان اینجا؟ چه بونه بستی؟ اجاب گیری افتاد چه کار کنید؟ بایسا وزیرش میخوام بفرمایید دوست بی همه چی اگه آبدش بفرمایید بایسا خان بیم دوست داریم پس بزن نه این دوست گیرفتمش این همه اجالت نمیکشیم همه بیشون بود که بودان را داد و برد دوست ای وای دوست بگیرید دوست
موسیو موسیو باباته بلند شو لنگ زوره مگه تو کار کاسبی نداری؟ بلند شدی؟ آره بابام بلند شدم چی خبرته؟ نمیتونی یه چرت خوابم به همسایت ببینی؟ چی داری میگی؟ بلندتر بگو منم بشنفم نمیگم با تو هم نمیگم چیزی میگی؟ چی گفتی؟ هیچی بابام دارم قربون صدقت میرم علیکی پس زود باش بیا بیرون کارت دارم سب کن تکمانمو ببندم سلام چه سلامی؟ چه علیکی؟ آخه مرد حسابی اینم شد کار و زندگی که تا لنگ زور بخوابی؟ تو هم کامش با من دعوا داری که نه خیر آقا انتظار دارن نازشونم بکشن الان 6 ماهه که اجاره خونت عقب افتاده صبح تا زور که میخوابی شبم که نصف شب میای اگه دهنمو وا کنم اون وقت میگن صابخونه آدمای بدی هست آخه مرد حسابی اگه راست میگی جلو پلاستو وردار برو یه خونه دیگه من میخوام ببینم کی به یه مرد عذب خونه اجاره میده ها راست میگی ایشالله وزم درست میشه بهت پولای عقب افتاده تو میدم نزولشم بهت میدم اونو ببر خیر امواتت بکن پس میگی چی کار کنم بابام من که هرچی میگم با هم دعوت داریم مادام ببین آقا جون 100 دفعه گفتم 200 دفعه دیگه هم میگم اگه میخوای اینجا بمونی باید بیای خواستگاری من نه من نه همین که گفتم اگه با من ازدواج بکنی از پول اجاره خونه خلاص خب حالا چیکار میکنی؟ ها؟ اسباب کشی میکنم چی گفتی؟ من زن نمیخوام اگه شده برم دوزی پول تو بهت میدم اما با حتی ازدواج نمیکنم به جهنم تو لیاقت منو نداری همش تقصیر منه که دلم واسط میسوزه خیال کردی میذارم از چنگم فرار کنی اگه بیای خونه میدونم با چیکار کنم سلام موسیو سلام و زهر مار موسیو باباته ممنون یه ساندویچ کالباس بیشم بفرمایید از کجا بگیرم؟ از اون رو برو اینه اکبر آقا تلفن اومدم خرجی دوا درمون مادرم حالش خیلی خرابه احتیاج به یه معالجه داره سلام آقای دکتر حال مادرم چطور؟ سلام جانم به خانومم عرض کردم مادر شما احتیاج به مراقبت و مداوای شدید داره خدا متاسفانه هیچ کاری از دست من ساخته نیست
من تلاش خودمو کردم. باید ایشونو بستری کنیم تا روش عمل جراحی بشه. بهتون توصیه میکنم هر چه زودتر برای بستری شدن مادرتون اقدام بکنید. فعلا با اجازتون. خداحافظ شما. خداحافظ شما. سلام مادر. توی رضا توی آره منم مادر. مادر جون حالت چطوری؟ سرم درد میکنه، بدنم داره میسوزه. آه پسرم یه خورده چقدر دلم میخواست یه کار درست حسابی گیر میآوردی. تا زنده هستم زن بگیری. میخوام قیافه عروسم رو ببینم، میخوام صدای بچه ها تو بشنم. یعنی تو فکر میکنی من آرزو میرسم؟ آره مادر تو خوب میشی. دکتر گفته چیزی نیست، ناراحت نباش. من شما رو میبرم بیمارستان، شما خوب میشی. اگه شده از زیر سنگم پولو در میارم. از کجا؟ از کی؟ میرم پیش بچه های باشگاه، بالاخره یه خاک تو سر خودم میریزم. من بازی میکنم. میزی بیچینیم سر چقدر؟ سر هیکل 500 تومن. ببین جونم 500 تومن جلو بچه بذاری قهر میکنه. هر وقت 1000 آوردی بی جلو به عرق ریختنش نمیاد. تو میترسی؟ اینجوری فرض کن 500 نقد بذار وسط باطی کنی. ببینم کسی هست رو دست رضا بخونه. مثل اینکه فاتحه 500 تومن خوندی. صاحب کنیم بابا، من 1000 تا میام رو دستش. هنه کیره 500 باش. میدونم سایم رو با تیر میزنی، ولی خوش دارم بیام رو دستت. بیا بزن. خیلی خوبه، میز بیچینینه. امشب ختم پولا تو اون موسیقی رو میگیرم. اینجا رو آخر پاییز میشمورن. نه خیلی بگاد. که میبازی ای تا اینجا مصابی اومدی میخواستم بهت ارفاق کرده باشم. دلم واسه سوخ کنفت کنم. مرغا زیاد قدقد میکنن، اما وقتی تو خودشن صداشون خفه میشه. حالا بزن جوجی. تا حالا نگاه کن محله بیشه دو گل لیانتی. شانس آوردی، بزن که سر چوب لیزه. آره وقتی به تن تو بمالم پاک میشم. چی میزنم که لوزه به تره که بکپا بگول فاتحه.
گفتم که جوجه را آخر پاییز میشمورن، رد کن بیاد 3000 تومن بی زبونو. صبر کن تا سر دارم سر میشکورم. من با نامردا چوب نمیزنم، حالی شد؟ با پولم خبری نیست. هنه هنه، پس دور دوری نامردی آره؟ دوره تو دیگه تموم شده، حالا دیگه نوبت ماست. آقای وگل پول رد کن بیاد، خوش گذشت یا نگذشت؟ باریکالله خوب زدیشون، بشمور ببین درسته؟ شموردن نمیخواد، زیادیمونم هست. بیا بریم صورت تو بشون، آدم که با این بچه ها دعوانه میکنه، ترسیدم بزنم یکیشون بمیره اون وقت بیافتم هلو دونه. شما پیتر، شما بیافت بیافت در به در علاف داغون. خب منم علافم، واسه همین میگم شغل ما یکیه. ما دو نفرم مثل مرغای هوا باید به انتظار شکار باشیم، از این که رو دست بلند شدم دماغی هم. تو ساندویچ فروشی حسابی خیتت کردم، دیرم میخواست اذیتت کنم. یه عمره که کارم اذیت کردن آدمای مردم آزاری مثل توه. موسیو تو زن و بچی داری؟ موسیو گفتم به من نگو موسیو، دلخور میشم. ای خوشبختانه زن و بچی ندارم، ولی توی یه خونه یه اجاره میشینم که صاحبونش یه زنه. زنه به من بین کرده و میگه عاشقتم، میخوام بهت ازدواج کنم. جالبی دوست دارم. هیکلش هست این هوا، اگه گیرش بیفتم خاکستر میشم. اوه جالبی. تک و تنها هیچ غم و غصه ای نداری؟ راستی بیا بیا سهم تو بگیر، چیزی نمونده بود یادم بره. ای بابا ما از این پولا زیاد دیدیم، بذار چی به خوده، مثل این که تو بیشتر احتیاج داری، بذار چی به خوده. چرا به من محبت میکنی؟ دلم واسهت میسوزه. همینطوری ازت خوشم میاد، میدونم که تای دلت صافه، دوزی به قیافت نمیاد. یا تو موسیم بفرما تو، 24 ساعت در اینجا واضح. یا الله نامحرم این طرف ها نمیشه. نه بابا برو تو، نامحرم کیه؟ بفرمایین اگه مادرم بفهمه که پول بیمارستانشو فراهم کردم ما خیلی خوشحال میشه، خرسند میشه. بفرمایین موسیو، خیلی نوکر. موسیو که صدای گریه میاد، یعنی میگه اتفاقی افتاده. موسیو مادر، مادر چه غم آخرتون باشه. مادر همش تقصیر من بود، من واسط پسر خوبی نبودم، من هیچ وقت نتونستم تو رو خوشبخت بکنم. خدایا چرا من اینقدر بدبختم؟ چرا هرچی غم و گسته از واسه من نازل شده؟ بلند شو بزن، گریه فایده ای نداره، این سر روش نیست. تو که نمیدونی اون چقدر خوب بود، عمرش واسه منه گذاشت، حالا بدون اون من چی کار کنم؟ تو این دنیا من کسی رو ندارم، بیچاره چه آرزوهایی واسم داشت، دلش میخواست واسم زن بگیره، بچه همو ببین. مرد خوب نیست که نیکنه، باید فکر کفن و دفنش بود. میدونم
بفرمید بفرمید وای وای چی شدی موشی غریب کردم فکر کردم آدم دیگه شدی مرسی خیلی ممنونیم آخی این اولین دفعه است کتو برام بگیرم سلامت خوش اومدین اون انعام مال همه تونه خیلی ممنون خداحافظ اگه تو نبوده من چی کار میکردم میدونم که باعث درد سر تو شدم به خودم نوسیو این حرفا چیه میزنی؟ اگه آدم ها به هم کمک نکنم پس واسه چی خوبه؟ آره خب حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم فکر میکنی یه آدم تک و تنها مثل من چی کار میکنه؟ میرم دنبال سرنوشتم بالاخره به یه جایی ختمه میشه قربون تو دوست خوب برم انشالله باز در مسیر خوبیای تو قرار بگیرم خداحافظ وایسا ببینم هنه. من نمیذارم تو تنها بمونی اگه منو به دوستی قبول داشته باشی که میدونم داری حرفمو زمین نمیندازی درسته؟ هنه پس بیا پیش خودم هنه بالاخره یه کلبه خرابه ای هست که دوتای شبمونو توش صبح بکنیم دلم نمیخواد بگی نباشی؟ کلبه خراب نباشی قربونت باشی حالا شدی آدم حرف گوش کن رابیو بری باشی با امید خدا من همینجاست دعا کن که سابخونه خونی نباشی آسه یه چی؟ پسر تو چقدر خینگی گفتم که سابخونه یه من زنه عاشق من بگیرتت اگه راست میگی خودت بگیرش اگه خوشگله باشی میگه منو بگیرش چی میگی اون کوه آتش فشانه موازه بار سر صدا را خوزی خدا آخر و عاقبت ما رو به خیره بکنه نگاه کن کسی نباشه تو دلم لرزید نه مثل این که کسی خونه نیست ولی آهسته بیا یواش یواش آهسته کدوم یکی فرقی نداره آهسته و یواش فرقی نداره بسی تو همه رو بیداره بکنی یواش یواش مواظب باش چه چقدر قدیمیه بیشتر به درد موزه میخوره جون تو والا یه چند تا کوزم تو باغچش بکاریم بعد کشفش کنیم بهمون جایزه میدن سقفشم خالیه آسمونشم یه رنگه یواش موسیو کجا داری میری؟ موسیو زمین لرزا من خون سعی کن خودتو غمگین نشون بدی تو حالا کدوم جهنم در ای بودی؟ این دیگه کیه؟ این رفیق من باری رزیز خانم راست میگه من رفیقشم ببین خواهر جون ببین تو رو به خدا داد بیدار نکن این رفیق منه نبیشنه تفلکی تازه مادرش مرده تنهاست این تم بمیره آبروی منو بخر بهش تسلیت بگو بهش تسلیت بگو بگیر دیگه خیلی خوب ایشالا قم آخرت باشه بونه تو شکیره تو برو تو اتاق من الان میام برو قربونت برم الهی تو صابخونه ها به اینجا نداره بخدا بایسا ببینم پس اجابه عقب افتاده چی شد باز یخشو گرفته گفتم که هر وقت کار درست حسابی گیرو بردم بهت میدم بایسا عوضی تو همیشه همینو میگی من این حرفا سرم نمیشه همیشه از این قولا میدی از قضیه خواستگاری من چی میشه ها؟ من که آتونم سر شده دلی دلی بخورم تو مرد که نده بایستا ببینم به تو میگم تو توی عمره که من به پای تو نشستم اگه مردی بیا بیرون تو حساب تو برسم مرد نیستم و بیرونم نمیاد من که مرد بیا بیرون تو میسی خودو الان گندش در میاد پولمو زدن ای دوز نگرده آقا نگرده پولمو زدن همون که با هم حرف میزد پولمو زد بیا یه کمکم کنید برجا رفتم از خودم بری بیا رفتن آخه مرد حسابی آدم جیب مسافر اتوبوسو که نمیزنه اگه اون پولدار بود که سوار اتوبوسه نمیشد خوب کاریه که شده تو کاری نباش نیش با من خوب گناهشم با تو حالا چیکار کنیم خوب بریم دیگه بریم دیگه خونه رو نگاه میگم یه بازدیدی به عمل بیاری نه بابا من نمیام من که دزد خونگی نیستم نترس بابا بیا نمیترسم میترسم تو دردی سره بیفتی
جواهراتی دیگه نونمون افتاد. پاشو بریم بابا. کجا بریم؟ بیا بیا هنهون نکنی. بیا دیگه بیا. این آشقالا دیگه چی چیه؟ آشقالا واسه چی آبودش ببر بیزه سر جاش؟ این جواهرات بری اونا داری. سر این دختره بیشوره. مریم، مریم، مریم. بله بله، اتفاقی افتاده؟ آره، تو بهتر میدونی چه اتفاقی افتاده. منظورتو نمیفهمم. ای خودی قیافه بچه یتیما رو به خودت نگیر. بگو جواهرات منو چیکار کردی؟ جواهرات چیه؟ منظورت چیه؟ خودت بهتر منظورمو میفهمی. من توی این خونه از دست تو روز خوش ندارم. اگه مادر گور به گورت زنده بود، هیچ وقت پدرت با این سن و سال نمیمد منو بگیره و بیندازه تو دامنی دختری مثل تو. به خدا من اطلاعی از جواهرات شما ندارم. همین الان تکلیف تو رو با پدرت روشن میکنم. پدرت باید بدونه تو چه موجودی هستی. بله بفرمایید. الو اعتماد، بهتره بلند شی بیای خونه، تکلیف من و دخترت رو روشن کنی. عزیزم باز چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ منو آورده تو این خونه که کلفتی تو و دخترتو بکنم؟ خانم هر وقت خواست بره، هر وقت خواست بیاد، هر کاری دلش خواست بکنه، به جواهرات من دست برد بزنه. آروم باش زن، این تهمتا رو به مریم نزن. چی؟ تو که روزا خونه نیستی ببینی دخترت چه دست گلایی به آب میده. مریم باعث ننگ خانواده ماست. من دیگه خسته شدم، کلافه شدم. تو این خونه یا جای خونه یا جای نه. من میزون و میزون میشه بگیش. بریم یه تاکسی میخریم کار میکنیم. باشه موافقم. های نفر مردم ببین چی شد. راننده در بریم. اینو بیا بلندش کنیم. طوری شدی دختر خانم، بلندش کن. نکه بریمش بیمارستان. باید ببریمش بیمارستان. آره من میگم ببریمش بیمارستان. بیا آقای راننده، بیا وجدان داشته باش. باری برو. در مجازات تخفیف قائل میشم. بیدان بکنیم. خوشبختانه صدمه زیادی ندیدیم. ممکنه بپرسم کی منو به اینجا آورده؟ برادراتون. اونا خیلی سفارش شما رو چی؟ برادرام؟ ولی من که برادر ندارم. شما الان حواستون سر جاش نیست، بهتره استراحت کنید. از آنه میکنم که بیمارستان تر و تمیزیست. نه گاگو؟ آره خیلی تمیزه. آدم حوث میکنه چند روزی تو راه روش بخوابه. حرفا چیه پسر؟ از آن خونه تو که بهتره. با اون سلام با. از اون اتاقای میدونم چی و صبحونه بدون اتاق 204 اونجا سقا. اونجا قربونه تو. آره بیا همینجاست. آره سلام خانم. سال خواهرمون چطوری؟ مثل این که شوک بهش دست داده چون شما رو نمیشنسته. اشکالی نداره، اون از اولش هم ما رو نمیشنسته. بیا بابا ما رو میشنسته. بیا دری بری چی را میگی؟ سلام هنه.
باش بابا بیا. یه چیزی اینت میفتن. دکتر من نمیخواستم زنده بمونم. من دیگه از این زندگی خسته شدم. من تو این دنیا هیچ کس رو ندارم. آدمایی که دورم هستن از من بیزارن. دلم میخواد بمیرم و از این زندگی لعنتی راحت بشم. من میخوام بمیرم دکتر. چی را از این زندگی خسته شدی؟ حیف شما نبود که بمیرین. هنه شما کی هستین؟ ما سلام خانم، ما دو تا آدم در بیدر و آواره هستیم. درسته میگم گاگو؟ بله درسته. این هیپی اسمش گاگوه. ما حرفای شما رو شنیدیم. واسه چی میخواستی خودتونه بکشی؟ هنه ببینم، شما همون دو نفری هستین که خودتونو برادرای من معرفی کردین؟ بله خانم، خودمون درست. خوب شناختمتون. شما ها دوست هستین. الان جیخ میزنم و همه رو خبر میکنم. شما به چه اجازه وارد اتاق من شدین؟ آی هوار، دوست اومده. خانم شما رو نجات دادیم. ما اومدیم حسنیت بخریم. دوستای شارلاتم، شما خیلی بیجا کردین که منو نجات دادین. ای وای کمان، خواهش ساکت میکنم. آخه دست منو گازه میگیره. چه دندونای چیزی هم داره، بی انصافه. من میخواستم خودم رو بکشم. اگه شما از اینجا بیرون بریم بازم خودم رو میکشم. یعنی هیچ فرقی نداره؟ من هیچ کس رو ندارم. من تنها بدبخت. ببینی خانم، ما تنها هستیم، ما بدبختیم، اما باید با زندگی مبارزه کرد. حیف شما نیست که میخواین خودکشی بکنین. میگین چی کار کنم؟ والا شما حاضرین منو با خودتون ببرین؟ تو که میگی والا جوابشم بدین. داری نداری. میدونستم تا این حرفو بزنم جا میخوری. اصلا شما کی هستی؟ بریم بیرون راحت هم بزنیم. خوبه، اگه تو دوستی داشته باشی میتونی بیای پیش ما. درسته؟ درسته. ولی حقیقتش اینه که ما زندگی درست حسابی نداریم. شکم خودمونم به زوره سیر میکنیم. بازم درسته. تو به قیافت نمیاد که بتونی اینجوری زندگانی بکنی. میتونی؟ چرا؟ چرا؟ ببین، من بهتون قول میدم هر جوری شما دوست داشته باشی من با تو زندگی کنم. اگه نه، من توی دنیا هیچ کس و هیچ جا رو ندارم که برم. خیلی خوب، باشه، هیچ اشکالی نداره. وقتی از بیمارستان مرخص شدی میبریم پیش خودمون. از کیسه خلیفه میبخشی. آره اشکاتو پاک کن. آره گریه نفت. بازم شما دوستا با معرفت تر از آدمای دیگه هستی. چه خوب شد، ازتون ممنونم. باریکلا، بالاخره با خودت کنار اومدی. ها بفرمایین تو. بیای تو یواش. باشی. درم ببند. باشی. امر دیگه نیست؟ یواش ببند. خیلی برو. چرا اینجا اینقدر قدیمی؟ ببخشین، آپارتمانای جدیدمون حاضر نبود. چه حرفا میزنی؟ بیت گفتم که ما بدبختیم. مواظب باش پله ها. یواش. ببین درست اونجایی که نباید حرف بزنیم حرف میزنی. یواش. او پنده دور بیایی تو. بفرمی آجه خوابار بفرمی. خوابون زاره کله گنجیش که خوردی؟ کله ما خورد. بیا هن. ببینم شما اینجا زندگی میکنی؟ میگم اگه ناراحتی ببریم اون تو آپارتمانمون. همچین صحبتی میکنی که انگار از دماغ فیله افتاده یا هر شب تو پر قو میخوابیده. حالا بگی بشین بابام، کم کم آدم. آره بیا بشینیم رو تخت که بختمون واز بشی. بشین آخی. اینجا رو براتون تمیز میکنم. آره. براتون قلبم میتازم. یه درم بیشتر نداری. آره خوش میگذاری. موسیو اون تو چه خبره؟ وای یا حضرت موسیو، الان تو که من برم چی کار کنیم؟ من چی کار کنیم؟ به نظر تو چی کار کنیم رزم؟ اینو بکنیم زیر تخت. یا با راست زیر تخت. من که نمیتونم برم اون زیر تخت. موسیو اگه بفهمی چی میشه؟ بهت گفتم درو باز کن. اومدم بابا. برو دیگه. برو
اصلا شطور دیدیم، برو در باز کن، برو در باز کن. موسیو اومدم با من. برو بازش کن دیگه. بله. اینجا چه خبره؟ اینجا هیچ خبری نیست. من و دوستم داشتیم با هم اختلاط میکردیم. ولی من اینجا صدای زن شنفتم، درسته؟ والا صدای زن منو خودتون که میبینین اینجا زن نیست، فقط ما دوتا هستیم، منو گاگو هستیم. آری، یعنی میخواییم بگی من عوضی شنفتم یا خواب دیدم؟ هر دوش. آری، میدونی چیه قربونت برم؟ من داشتم برای رفیقم عطای زنان رو میابردم، داشتم بهش میگفتم من اینجا رو برای تو تمیز میکنم، برای تو قضا میپزم. به جون خودت راست میگم، باور کن. چیزی آری؟ ها چه گفتیم؟ کسی اینجا نیست. نه نیست، جان اینجا هست. حالا نشونتون میدم. نشون بده ببینیم. برنشو بده. ما هم ببینیم. وای خاک بسر. بیا بیرون، یالا بیا بیرون. نه کرده اون زیر داری. اتاقا به چند نفر این اجاره میده بی انصاف؟ سلام خان. چرا به ما؟ سلام و زهر ما. ببین تو اینجا چی کار میکردی هن؟ فکرای بد نکن خبر کنم، مریم نامزد رضاست، امشب مهمون ماست. آره، شیز مای فیانسی. راست میگه دختر؟ آره. بله، درست. درسته، من اونو بی نهایت یعنی خیلی دوست دارم. آره. با شما کاری ندارم. ولی یکی نیست از این موسیو بپرسه. آخه تو چه مرگتی که با من ازدواج نمیکنی؟ از قدیم گفتن خونه بیزن مثل سر کچل میمونی. حالا شما ناراحتی نباشین، موسیو خیلی به شما علاقه منده، به من گفته که قصد داره با شما ازدواج بکنه. اینطوری که نمیشه، اون باید بیاد به پام بیفته تا من بهش بله رو بگم. ببینین خبر خانم، موسیو فردا شب ما رو به یه کاباری دعوت کرده، از من خواسته تا شما بخوام که به اون کاباره بیاین. خب چون شما وساطت میکنی من هیچ حرفی ندارم. باشه، مرسی. مثل اینکه این وسط من اضافی هستم، چون هیچ که اما سوال نمیکنه. ساکه، از اولش هم میدونستم منو دوست داری، ولی حیف که خجالتی هستی. آره خیلی خوب، ناراحت نباش، امشب خودم شام درست میکنم و همگی دور هم شام. من ناراحت نیستم، شما ناراحت نب. دیدی انتقام ما ازت گرفتم. بریم. سلامتی. بفرما قربون گسپار جنوه. راستی رایم آقا، با تکلیف پولای کارخونه چی میشه؟ خیلی وقت دست به کار نشدیم. اگه این دفعه ما رو بگیرن کارمون تمومه، پرونده ما دیگه سیاه شده. پس میگی چی کار کنیم؟ دست بذاریم رو دست که چی بشه؟ فکر اونش هم کردم، پای رضا رو بکشیم بسار. رز خوشته هست رو میگی؟ آره، این کار میخوره. اگه قراره کسی گیر بیفته بهتره رضا این کارو بکنه. اگر موفق شد چه پولا را چانگش دار میاد. ولی چطور رحیم آقا؟ مگه به این زودی ها راضی میشه؟ آره رحیم آقا راست میگه، اون به این آسونی ها دوم لا تله نمیده. شما براش پیغام بفرستیم بقیهش با ما، هیچ کس از پول برش نمیاد. اگر رضا قبول کنه میدونم چه معامله ای باش بکنم، تلافی اون بازی رو سرش دار میارم. من باز برم کلیسا، امروز مراسم مسلمی خواهد. منم دلم میخواد بیام، اما رحیم پیغام داد یه سر برم باشگاه. علیکی سلام، مشغولشو ببینم بابا جون. نه بابا جون اینجوری نمیزنم، غلط گرفتی چوب و دست، برو کناره ببینم. سیره دیمه جالبه، نه جالبه زدم. حالا برو برای خانواده تو تعریفه برو. بفرمایی جاها رزا. عجب صدایی داره یه انسان، میتروی انسانی. فرمایشی بود؟ سایت خیلی سنگین شده، تو ناسلامتی دم از رفاقت با ما میزدی. چی مزخرفاتی میشنو و از کی تالا نامرد رفیق ما شدند؟ ببین رضا، اون ماجرایی که بین تو و مرتضا پیش اومد اتفاقی بود، تو دعوا که حلوا خیرات نمی کن. آدم باز گذشت داشته باشه، کینه شطوری مال شطوره. چی اولندش که شطوری خودتی، دومندش من هیچ وقت زیر بار حرف زوره نمیرم، سومندش
زودتر بگین چه ارزی دارین میخوام بیدم. رو راست بهت بگم، نقشه یه سرعته، پولای کارخونه بزرگ. خب این کار چه رفتی به من داره؟ کلید این کار فقط تو دست توه. تو بچه های ما هیچ کس طرف استر از تو نیست. دلم میخواد قبول کنی و از هممون درست میشه. کوره خوندی رفیق، من نیستم. میدونستم واسه کار درستی حسابی دنبال من نمیفرستی. دیوونگی نکن رضا، یه نگاه به سربازه خودت بکن. یه آخه تا که این های اینجوری باشی؟ جدی؟ آخی بیمیرم. بهتره حرف رحیم خان گوش کنه. تا برو بیمیر، تو پولا مال خودتون. خداحافظ آقایون عرازیله. گوش کن رضا، یه موقع میشه که میای یه التماس میکنی، اون وقتی یه راهی واسه دمونده. به 29 دیل دمیا تهدیدم بکنی. خداحافظی شما. بلاخره خودت بار میجردی. بیا بخواه یک تکو آقا. بله لطفا دو کیلو باقالی بدین، یک کیلو هم شده. عرضه میدم خدمت رو. ببخشید آقا، میتونم یه تلفن بزنم؟ اگه زیاد طول نمیکشه اشکال نداره. مرسی. الو. سلام پدر، من مریم هستم. تو این مریم؟ کجا هستی؟ من زمین و زمانو برای پیدا کردن زیر پا گذاشتم دخترم. پدر منو میبخشی که تنهات گذاشتم. من دیگه تو اون خونه بر نمیگردم. فقط به تلفن زدم که بگم حالم خوبه، یعنی زندم، خوبم. بچه نشو دخترم، برگرد پیش من. دلم برای دیدن تنگ شده. دل منم برای شما تنگ شده. ولی پدر اون خونه دیگه جای من نیست، اونجا واسه من جهنمه. حالا از کجا تلفن میزنی؟ اونجا خیلی شلوغه. ها؟ منم جنستون حاضره. الان میام. منو میبخشی پدر، بیشتر از این نمیتونم حرف بزنم. خداحافظ. خیلی بیا میشیو، دشمن نیست. بیا بریم. آخی وای همش تقصیر تو. او براشگور گرفتی بردی بیمارستان. چرا؟ اگه نمی رفتی سراغش حالا راحت بودین دیگه بابا. دلمه واسه سوخت. شاعر میگه تو نیکی میکن و در نمیدونم کجاها انداز که ایزد به تو دهدی لغمنون دراز. یه غلطی کردی و هر دو پیمون انداخت. غلط کردی و کردی کبابم. میگه چیکار کنم؟ بهش بگم بزنه به چاک. تو برو جلو بیبی خوابه میانه و نزدیک تو حیات نباشه. برو تو برو. همش من نمیندازه جلو. اینگار من پیشمرگشم. جلو خاور حرفشو نزنی. جلو خاور چیش نزنم؟ جلوی خاور میگم حرفشو نزنی. فکر کردم میگه خاور نزن. سلام آدم خانم. چی شد؟ مریم ذلیل مرده کجاست؟ میخواییم بهش بگم کمک کنه بیادش اینجا؟ بله. لازم نکرده، نیم ساعت پیش از خونه رفت بیرون. یعنی کجا ممکنی رفتی باشی؟ والا اینجا که خونه نیست، کاروون سراست. خب دختر جوون آوردن این دنگ و فنگارم داره دیگه. مگه اتفاقی افتاده خاور جون؟ بله خانم، خیال میکنه من کلفتشم. مرتب بهانه میگیره، میگه چرا حموم وان نداری، چرا نهار پیفتک نداری. جالبه چه غلطای بزرگی میکنی. اومده حالا بینش. سلام. خبر خانم، لطفا مرا نهار باقالی پلو درست کنین. مرسی. آره ما شیوید اش شیوید باقالی پلو. بفرما نگفتم.
چی؟ بدش در اون والا اینطور که معلومه با چندلغاز اجاره که یه سالم عقب افتاده شما صابخونه شدین. اها من این چیزا سرم نمیشه. تو امروز قدمتون سر چشم، یا اجاره خونه رو اضافه میکنی یا میزنیم به چاک. ای همه زیر سر توی موسیو. باز به من گفت موسیو هرنه. خب حالا میگی باز چی کاره بکنیم هرنه؟ هیچی، باید باهاش صحبت کنی، بهش بگی برگرده خونه پدر مادرش. ما شکم خودمونم نمیتونیم سیر کنیم. آره. اگه میخوای اینجا بمونی ردش کن بره. آخه من رومه نمیشه بهش حرف بزنم. آره از قیافت معلومه خیلی خجالتی هستی. آره تو بمیری. تا خاور ما را از اینجا ننداخته بیرون برو باش صحبت کن. هن بهم خیلی برخورد، پس این یه لقمه نونو بگیر دستت، ادامم در نیار. شاید تونستم باش صحبت بکنم. خیلی خوب. به امید خدا برم ببینم چی میشه. نه به امید بعضیا کرم دارن. با اجازه مریم خانم میخواستم با تون حرفی بزنم. درباره چی؟ درباره میدونین چیه؟ من تو این خونه خودم زیادیم، تکلیف خودم با خودم هنوز روشنه نیستی. ها فهمیدم، میخوای بگی از این خونه برم بیرون. چشم میرم. صبری بکن من حرفمو بزنم. از اولش هم میدونستم که شما دوتا از رو دلسوزی من آوردین اینجا. خیال میکنین من نمیفهمم دارین بهم ترحم میکنین؟ نه اینطوری نیست به خدا. چرا همینطوری؟ شما مردا همتون همینطوری، خیلی زود جا میفهمید. ولی گوشه بدی. چی رو گوش بدم؟ منو بگو که فکر میکردم دیگه راحت شدم. فکر میکردم شما با همه آدم های دیگه فرق دارین. فکر میکردم دیگه از اون زندگی لعنتی راحت شدم. لا مصب بذار من حرفمو بزنم. آخه منم انسانم، یعنی آدمم. ببینه مریم، خدا موضوع این حرفا نیست. خب ما که اینجا ملک شخصی نداریم، خونه مال یکی دیگه است. ما دو نفر خودمون آواره ایم، شکم خودمون به زوره سیر میکنیم. صبح میشه از شبمون خبر نداریم، مثل سکه میمونیم که با همون شیریاخت بازی میکنن. اون وقت چطوره میتونیم خرج تورم بدیم؟ من ایش دلم نمیخواد تو رو ناراحت کرده باشم. من حتی آزارم به یه مورچه هم نرسیده. فهمیدی؟ اگه مشکلتون اینه خب منم کار میکنم، کمک خرجتون میشم. خب مثلا چه کاری بلدی بکنی؟ مثلا میرم کلفتی میکنم، خرج خودم رو در میارم. دی میخوای همین چندلغاز آبرویم که داریم از دست بدیم؟ اون وقت مردم پشت کله ما چی میگن؟ نمیگن که تو میری کلفتی میکنی تا شکم من و موسیو سیر بشی؟ خب هر کاری که پیش بیاد میکنم. من از کار کردن که خجالت نمیکشم. ببین رضا، من اون موقع که خونه خودمون بودم معلم موسیقی داشتم، تعلیم آواز دیدم، میرم خواننده میشم. هنه؟ یعنی میخوای بری خواننده بشی؟ آره، چه اشکالی داره؟ هیچی جالبه. اینجوری خیلی هم زود پولدار میشی. بعضمون درست میشه، اجاره های پس افتاده خاور خانومم میگه. والا من یه نفری نمیتونم تصمیم بگیرم. تو این خونه سه نفرن که باید تصمیم بگیرن. اولیش خودم، دومیش خاور و سومیش موسیوه. هنه موسیو تو حیات داره آب و گلار رو میخوره. برم باش مشورت بکنم و بیام. برو. Thank you.
شما چی هستید؟ اینجا چی کار دارید؟ نه ترسین خانم، میخوایم با اتون چهار کلمه اختلاط کنم. حرف زدن که ایرادی نداره، داره. بریم بیرون، من با کسی که نمیشناسمش حرف نمیزنم. ما میخوایم به نفع شما صحبت کنیم. این دوتا آدمی که شما رو گور زدن پروندهشون سیاست. گفتم از اینجا بریم بیرون، وگرنه جیغ میکشم. جیغ زدن که دردی رو دوا نمیکنه. فقط میخوایم بگیم که واسه آدمی مثل شما خوبیت نداره با دوتا آدم بی سر و پا معاشرت داشته باشه. از اینجا بریم بیرون تا جیغ نزدم. خانم بی خودی داد و فریاد راه ننداز. بریم بیرون کثافتا. فلکی منتظر بریم بیا چه خبره آن؟ بابا دایی مرایم این آدم بریم بلنشانه ایمان برد میبینی رز خوشترف بهتر کلاتو بداری بالاتر رحیم ها چم افتاده اگه میخوای فکتو ببندم بازم بایست شاخ بلشون بکنی بک آدم نیستن خوب مریم جان طوری که نشدی بابام جان خیلی به موقع رسیدی آره بابا را بیو بریم اینجا جای ما نیست ما را بر هر کاری که نساختن ما برای کارای دیگه این درست نمیشیو بریم از اینجا خانندم خاننده قدیم بابا تو صدایی نداری آخه می‌دونستم که شما منو نیگر نمی‌دارین ولی به خدا تقصیر من نبود بهت قول میدم دوره این کارو خط بکشم مثلا من به خاطر شما این کارو کردم من در حیرتم که چرا بر نمیگردی پیش پدر مادری آخه تو از این زندگی فکسنی چی میخوای؟ میبینی که ما هشتمون گروی هفت و نیممونه حالا خیلی دلم میخواد برگردم خونم ولی دیگه نمیتونم واسه چی؟ خب اگه کاری از دست ما برمیاد بگو من به شما عادت کردم اگه حرفم رو باور کنی میخواستم بهت بگم من به تو علاقه پیدا کردم میفهمی؟ به منی؟ جالبه من چیزی ندارم که بهم علاقه پیدا کرده باشی اشتباه میکنی تو یه قلب ساده داری که هیچ کس نداره خب همین برای یه زندگی کافیه دیگه همینه یعنی تو میخوای بگی دوستم داری؟ میکنی من که باورم نمیشه انگار دارم رؤیا سیر میخونم رزا جونی رزا تو با من ازدواج میکنی؟ آخه چه جوری مگه کشه مگه میشه ببین رضا من توی خانواده اشرافی بزرگ شدم پدرم مرد ثروتمندی وقتی که مادرم مرد پدرم دوباره زن گرفت اما زن پدرم چشم دیدن منو نداشت واسه همین من از اون خونه فرار کردم اما اگه تو به خواستگاری من بیای من با پدرم آشتی میکنم میای رضا آخه با این وضع شندیر پندیر کی به من میاد تو این دوره زنو بده هنه هرچی من میگم تو گوش کن بقیهش با من ببینم تو لباس از این بهتر نداری نه بابا رستم از تو هم یه دست اصله تازه یه روز در میون سهرابم میپوشتش اینجوری که نمیشه تو موسیو باید از هر جا شده یه دست کچلوار تر و تمیز فراهم کنین و بیاین فردا شب سالگرد ازدواج پدرمه و بهترین موقع برای خواستگاری
من به پدرم میگم که عاشق تو شدم و تو مهندسی. به 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 ببینم. اون دوتا کی هم؟ من تا حالا اونا رو ندیدم. فکر کنم که همون دوتا مهندسی هستن که اومدن خواستگاری مریم. به قیافه شون نمیاد مهندس باشه. بشون کنم. پدر، ایشون آقای مهندس رضا و ایشون هم مهندس گاگو، همون کسایی هستن که قبلا درباره‌شون باهاتون صحبت کردم. پدر جون سلام عرض می‌کنم. من فکر نمی‌کنم این آقایون مهندس باشن. چی میگن؟ یعنی ممکنه قیافه ما اینقدر عوضی باشه که به مهندسی نخوریم؟ شنیدم شما به دختر من علاقه‌مند هستین، درسته؟ بله، من خجالت میشم. تو بهشون بگو موسیو. بله بله، مهندس رضا از مدت قبل به مریم خانم علاقه‌مند شدن و بالاخره تصمیم گرفتن که رسما ازشون خواستگاری کنن. آره. شما راضی که هستی؟ ممکنه بفرمایید شما در چه رشته ای تخصص دارید؟ بله، من مریم خانم نگفتن مگه؟ بندی با کمال شرمندگی باید بگم مادرک ایجادی صاف کنی دارم. میگید نه از موسیو گاگو بپرسید؟ موسیو باباته صاف کنید، چند لحظه صاف کنید. آقای اعتماد، شما حرفای اینا رو باور نکنید، اینا شارلاتان هستن، دوست هستن. دوست؟ چیه؟ با ماست؟ پدر، مجید دروغ میگه، حسادت میکنه، اینا هیچ وقت این کارو نمی کنن. صبر کنین، اتفاقا زیادم دروغ نمیگه. منه یه آدم آواره و دره به دره هستم، نمیدونم از جلد خودم بیرون بیام. من مهندس نیستم، من یه آدم پاپیتی هستم که با یه قلب علیکی اومدم دخترتون خواستگاری بکنم. رضا تو حالت خوب نیست. چرا؟ اتفاقا حالم خوبه، خیلیم خوبه. تو یا داری منو گول میزنی یا داری خودتو میزنی. تو باید بری با همین آدم ها زندگی بکنی بیرقصی. آره جونم، تو داری اشتباه میکنی. اینا همشون به همه دروغی میگن، اما من به خودم دروغی نمیگم. بیا این آقاه راستیشی میگه، من دزده هستم. خانم جیم بیا جلو، این مال شماست. تو واسه چی گریه میکنی؟ به درد تو همین نامی خورن که باید شده. تاسو برخزی، بیا بری موزیو، بیا ببینی نا چی به ما گفت. آره جونم، مریم به من دروغ میگه، میخواست ثروت پدرشو به روح من بکشه، میخواست منو خارم بکنه که کرد دیگه. بیا بری آره جونم. بایسا من هم با تو بیام. رضا بی با همینجا باش، اینجا به درد تو میخوره. خدا تو داری اشتباه میکنی. برشون تو مریم، میخوای خانواده ما رو بیا برو کنی؟ از اولش هم گفتم که دختری تو به اشرافیت ما لطمه میزنه. من از این خونه میرم، دیگم بر نمیگردم. سالگرد ازدواجتونم مبارک باشی. مریم برگرد. تو رو خدا اخمات وا کن، عصبانی نشو. میدونم بد کاری کردم ولی دلم خونه چی شد. خیلی وقت بود که این حرفا تو دلم همینطور مونده بود. تو فکر میکنی اینا پولا رو از کجا آوردن؟ هم مال منو تو رو خوردن که شکماشون اینقدر شدی. تو چی تیگاگو؟ تو چرا ناراحتی؟ اخماتو وا کنه. هنه. من برای اون دختر ناراحتم. رضا. هنه. رضا. کیه سیدم؟ اه تویی؟ یمی. بسم الله. ویلکن. چرا دست از سر من وری نمیداری؟ نکنه دنبالم اومدی بگی دوستم داری؟ رضا. تو درباره من اشتباه میکنی. من مثل دخترهای دیگه نیستم. من واسه قلب خودم زندگی میکنم، به حرف مردمم کاری ندارم. بذار هر کی هر چی میخواد بگه. ببین مریم، ما با تو وصلی ناجور هستیم. چطوری دلت اومد که ما رو به اون خونه دعوت بکنی؟ میخواستی دار و ندار پدرتو به رخ ما بکشیدی؟ موسیو، آخه شما یه چیزی بگین، من دیگه از اون زندگی خسته شدم. آره
رضا اینقدر تو زندگیش بدبختی کشیده که باور نمیکنه یکی بخواد بهش محبت کنه. یا بابا موسیو ولش کنه، خوشت میاد؟ رضا حرف منو باور کن، من تو رو دوست دارم، دیگه تو اون خونه پا نمیذارم. اگه فکر میکنی به دروغ میگم، خب میذارم و میرم یه جایی که دیگه نام و نشونی ازم نباشه. من تو سیر کردن شکم خودم موندم، اگه اینو میسیو پیدا نمیشد و بهم جواب و مکان نمیداد، حالا باید منو تو گوشی خیابونا پیدا میکردی. آخه مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ برای خوشبخت شدن فقط دوست داشتن کافی نیستش. رضا من با تو میسازم. ببین من با خوب و بدت سر میکنم، هر چی بگید گوش میکنم. مهم اینه که شما یه کار شرافتمندانه برای خودتون دست و پا کنید. آخه مگه زندگی غیر از این چیز دیگه هم هست ها؟ مریم جون، من تو رو دوست دارم. منو با خودتون میبرین ها؟ برو اوهون من، بیا تو آغوشم جان. بالاخره من ستاره خودم رو پیدا کردم. دوستم همیشه میگفتن ریزا تو هفت آسمون یه ستارم نداری، ولی حالا همه چیز دارم دیگه. اینقدر آه و ناله نکنه. از قدیم گفتن از تو حریکت، از خدا بریکت، پس پاشو حریکت مریم جون، پاشو. آره از فردا با موسیو میریم یه کاری واسه خودمون دست پا میکنیم. من که میرم زیر ماشین، یعنی رو تاکسی. خوبه موسیو؟ خوبه. رضا شما ها خیلی خوبی. خیلی خوب. حالا بریم. آره بابا بریم. بریم تا بعد. ما خوبیم دیگه، بریم. گذشته گریه هم غم عالم تو صدام، تب نفرین تو تنم، شکل نفرین شده هم، تب نفرین تو تنم، شکل نفرین شده هم. واسه تکیه دادنم همه چی مثل همم، خونه همیشه گیر، شب خسته شب سر، من همونم که یه عمر گریه کرد و گریه کرد. تو رو باور میکنه دل ناباور من، تو نظر گریه کنم تو منو صدا بزن. چیالات من گذشت کردم باز تو هر دوری ایوان نه چی یعنی شخص مطمئنی من اون خیابون سبر کردی این مصطفر سبر کردی چرا پیچودی جلوی من مردی که خوش کدی خوش کدی خوش کدی مروه هم هستش چیه کتاب بیان مردم یه وجب شدم دیگه همش کتاب اومدم هی کتاب بوش کتاب بوش
سلام رضا، چرا اینقدر دیر اومدی؟ همه خوابیدن. هنی تو چرا نخوابیدی؟ منتظر تو بودم که شامو با هم بخوری. مثل اینکه ناراحتی ها؟ اتفاقی افتاده؟ هنی امروز رفتم تاکسی صاحب مرده رو به صاحبش پس دادم. یعنی دیگه نمیخوای کار کنی؟ کدوم کار؟ ولی قطعی کار که نیست، این کار نشد یک کار دیگه. سابقم خرابه، هر جا میرم ردم میکنن. صبح تا شب واسه چندر قصد و خیابونا پرسه بزنم که آخرش چی بشه. هرچی در میارم یا با پول جریمه بدم یا خرج تصادفاته بکنم. بالاخره که چی؟ امشب میخواستم بهت بگم که تا چند وقت دیگه ما بچه دار میشیم. دیگه وضع زندگیمون عوض میشه. تو مگه از به دنیا اومدن بچه همو خوشحال نمیشی ها؟ مگه همیشه نمیگفتی که دلت میخواد صدای گریه بچه تو بشنوی؟ چرا؟ ولی چرا نمیخوای بفهمی مریم؟ اینجور کار از من بره نمیاد. پس فردا که بچه‌مون به دنیا بیاد با کدوم پول بزرگیش کنیم؟ پول بیمارستان و خرج مدرسه بچه‌مون از کجا بیارم؟ من دلم نمیخواد پس فردا جلوی اون سرم پایین باشه. نمیخوام بچه‌م بگه بابام عرضه خریدن یه عروسک رو نداشت. نمیخوام بچه‌م مثل من در به در و آواره بشه. ببینم تو اصلا اینا رو میفهمی یا نه؟ ما تو سیر کردن شکم خودمون مونده، میفهمی؟ آره رضا میفهمم. من از روز اول هرز رفتم، درسی که نخوندم. خدا بیامرز مادرم با پول رخت شویه در و همسایه ها منو بزرگ کرد. وقتی جنازشو میخواستم از زمین بلند کنم دستم خالی بود. اگه میشیو به دادم نمیرسید خدا میدونه وزم به کجاها میکشید. من که ازت چیزی نخواستم، توقعی ازت نداشت. دروغ میگی. وقتی به تو فشار اومد میذاری و میری مثل اونای دیگه، خیلی های دیگه. ولی من دلم نمیخواد کارم به اینجا بکشه. ما باید خوشبخت بشیم. باید وقتی بچه‌مون به دنیا میاد کشش تو خونه خودش باز بشه. میفهمی؟ هنه فردا میرم سراغ بچه های باشگاه. یه کاری هست که توش پول خابیده. اگه موفق بشم از این شهر میریم، یه زندگی ساده و بی‌سررسیده واسه خودمون درست میکنیم به امید خدا. دلم نمیخواد گریه بکنیم. من اگه تنها بودم به خدا قصه نداشتم. حال میزید لونلی نیستم رضا. تو اصلا جان فراموش کردی یک سال از آشناییمون میگذره. من فردا شب میخواستم هممون دوره هم باشیم، یه جشن کوچیک بگیریم. من تو این دنیا تو رو با هیچی عوض نمی کنم. قربونه تو برم، بهت قول میدم فردا شب شامو گرده هم میخوریم. تو از این ماجرا فقط حرفی به مسیو نزن. اخ دلم نمیخواد ناراحت بشی. باشه حرفی نمیزن. من فردا شب هر طوری شده کارو با امید خدا تموم میکنم. هینه بلاخره رضا با پای خودش اومد تو دام. بهش به فرما بزنیم. خوش اومدی آقا رضا. علامت خونسردی هست. سلام. سلام. خوب اگه جلسه خصوصی ما بره گردیم بریم. تو از زیر روی ما باخبری؟ چی شد که یاد ما کردی؟ هیچی، اومدم بگم به آتون موافق، اما یه شرطی داری. چه شرطی؟ هفن هف نصف پولا رو تقسیم میکنیم. موافقم. کی شروع میکنی؟ کی چی؟ از همین امشب. قول مردونه؟ نه مردا زیر قولشون میزنن. زنبر رو بیار جلو. برنده بیه بیره.
دیگه سفارش نمی کنم. علی رضا خوش دست همیشه بود، باخته توش نیست. مرتضی. مرتضی. تو باش برو. باشه. تو باش بیا. برو بینم چی کنم.
ناراحت نباشی. خب حتما کارش طول کشیده، الان دیگه پیداش میشه، به دلتون بد نیاره. بفرما آقای. برشما تاجب پولایی بزن. پول بیزن یه اون میتونی باش کف کنی بچه. تفتکی رزا دست خوش رو دست کن. دیگه از این بعد میفهمه با کی طرفه. اگه این همه پول دستو میفتاد از خوشحالی دیوونه میشد. واقعا اگه نه بدبخت تو عمرش به خودش این همه پول ندیده بود. اگه بخوام هنوزم این پولم مال منی. تو آره منی. پس کیه؟ جمعش یالا جمعش میکن دیگرشون تو یه کیفو. اگه فکر کردی که این پولا سهمی داری کور خوندی. بهتره که برگردی. من بچه ها بله قربون. آره آقا رضا خوش دست، به نفته که برگردی. خودت که میدونی پولی که دست ما بیفته فقط صاحبش ماییم. رچی کنار. آره همه اینا رو میدونم که چقدر نامردیم. منم واسه همین به پلیس خبر دادم. میدونی چیه رحیم، اصلا از اولش من زیر بار این قضیه نمیرفتم، اما تو نامرد منو وسوسه کردی، واسه همین اومدم که خود حسابامو باهات تصفیه. خب بشو من کسانی دارم شرفه. خونه که میره. به تو نگفت رضا کجا میره؟ نه به من حرفی نزن. تونتر من برو کمکش کن. یکی هم اینجاست. من حالم خوبه خوبه.
بیا بریم. دستمو ول کن موسیو، ول کن دستمو. من خدا مرگم بده الهی. رضا، رضا چی شده تو رو خدا؟ خودتو ناراحت نکن. این سرنوشت آدمای مثل منه، آدمای مثل من. مریم جون، من دارم صدای بچه‌مونو میشنم. الهی که فداش بشم وقتی به دنیا اومد. اسمش رو بذار رضا. شب سحر میدی، از سحر خبر میدی، تو می